این روزا خیلی دارم فکر میکنم چجوری بین زندگی فامیلی و خانوادگیم با زندگی شخصی و مستقل خودم تعادل برقرار کنم که یکیش فدای اون یکی نشه. دایی و بابا بزرگ و عموعطاری و خاله شیرین و بابا و ماما یه طرف، دانشگاه و خانم فرهمند و ازدواج و استقلال و بچه‌ام یه طرف دیگه. میخوای یه قرار استخر دانشگاه امروز بذارم دوره هم باشین؟ آره فکر خوبیه، اون دفعه که نرفتیم رو دلمون مونده. امروز جبران آفرین. اگه فکر میکنین استخر دانشگاه تکراری شده، من میگم بریم استخر بیرون، حالا یه روز دیگه دوباره بریم استخر دانشگاه. مگه تو هم میخوای بیای؟ مگه درس و مشق نداری تو؟ شما مگه درس و مشق نداری؟ داداش شما بریم بهتون خوش بگذره. اکبر دیگه میخواد وسایلشو جمع کنه، بلیط بگیره، انشالله به امید خدا بعد 2 هفته را بیفته بره دانشگاه. بقول این خانوما انشالله. هفته اول و دوم یه ذره تقلقه، ولی هفته بعد میرم. اکبر آقا یک روز غیبتم برای بچه‌هام یا داماد من که 30 سال خدمت صادقانه تو کلاساشون باعث ننگه. تو میدونی چرا مسعود تو دانشگاه تهران قبول شده و تو اون جای پرت و پلا؟ اینه گوش کن بخواه. برای این که از همون روز اول زدم تو سرش، گفتم تو کلاس باید منظم باشی. ای بابا دروغ که نمیگم بابا. باشه ناراحت شد. خب اگه بابای خدا بیامرزش این حرفا رو بیزده بود الان لازم نبود من بگم. خب سنی ازش گذشته، آخه این چه طرز حرف زدنه؟ مسعود بابا حرف بدی زدم؟ نه حرف خوبی زدی، منم عجله دارم، تو عمرم نخواستیم. خدا حافظ. بابا مسعود ناراحت شد، فکر کنم اونجایی گفتین زدم تو سرش، اونجا بهش برخ. چه حساس شدن همه. باز قند با چای شیرین؟ به تو ربطی داره؟ همه حساس شدن. سلام آقا، بفرما. میخوام از فرصت استفاده کنم آدم شناسی رو قوی کنم. پسره رو میبینیم؟ فقط به دور حرف باباش اومده دانشگاه. باباش هر وقتیتونه اینم میزنه به چاک. اون دو نفر میبینید؟ دو نفره ببین دشمن هم دیگه، فقط جلو به مردم میگیریم میگن میخندن، میخوان سر به تن هر کدوم نباشه. اون سمت راستی هستش، از اوناست که جلو آینه پشت بازو میگیره، از اوناست. عشق همین هست. آه سوژمون کامل شد، دختره رو میبینی فقط میخواد جلب توجه. آه همین هم خود کارم نخلی که اندام یه چیزی میندازی که بگن کی بود این بود، فقط دنبال جلب توجه هم. ببین بذار یه چیزی یادت بدن که چجوری پته اینا رو بریزی رو جلوت قیافه نگیرن. من نکن نکن بذار یه موضوع بیاد، یه چیزی الان پیدا شد. آه خدا رسون بشاره. به نظر تو دقیقه این جوان چیه؟ عاشق. برو بینیم خوب حرف نمیدنی کجاش عاشقیم. بابا گرم زدی با این تحلیله. سلام آقای اکبری. سلام خانم شهابی، خوبین؟ دوستان خوبن؟ ممنون. آقای اکبری شما جزوه قشنگتون رو دارین؟ بله دارم، ولی الان همراهم نیست، فردا براتون میارم بعد کپی بگیرم. نه راستش برای خودم نمیخوام. برای همکلاسی تو میخوای؟ بله. چرا خودشون نیومدن؟ خب روشون نشد. نه میدونست. نه راستش من روم نشد. شما چرا؟ آخه دایی شما سر کلاس جزوه ننوشتم، یا جزوه من رو میگیرم میرم کپی میکنم. اون سری که تو آبگوش شیفته بود. آبگوش شیفته بود. این سری هم لیست خرید نمیشه. اصلا خودتون نگاه کنید نمیشه لیست خرید آبگوش کرده بودم مجلس مادر شما باشه. خب من به خاطر سن و سالشون نمیتونم بهشون بگم من به شما جزوه نمیدم، پس مجبورم بیام به شما بگم که شما جزوه تون نمیدم که من خیالم راحت بشه. خب الان چیزی که من فهمیدم این بود که دایی من جزوه شما رو گرفته، روش آبگوش ریخته و لیست خرید مادر من رو نوشته. بقیه‌شون آیا اکبری چه شما متوجه نمیشین من حساسم روی جزوه هم. ایشون اومدن جزوه من گرفتن. ببین بوی پیاز میده جزوه من. شما هر ورقشو که اصلا ببینین چی کشیده. من دیگه چجوری میتونم جزوه رو بتونم بزنم برای امتحانی که من دارم؟ من میخوام دارم کزن. آرومتر من خودم درستش میکنم، اصلا شما نگران نباشه، خیالتون رفت. باشه ممنونم. خواهش میکنم. آفرین، خجالت کشید. آقا دمت گرم، تحلیلت خوش آمد، باعث افتخاره. مسعود هستم. تیمور هستم.
تیمور خان. بحث ما الان اینه که کدوم یکی از این دو واکنش مناسب تره؟ شما دوتا چرا اینجوری نشستی؟ خوبی؟ بله استاد، شما چطوری؟ درست بشینی؟ استاد جان، ما راحتیم، شما بفرمایید. کلاس و دانشگاه یه شأنی داره، یا درست بشینین یا پاشین بریم بیرون. زنگ خوب؟ خسته نباشی. سلام استاد، خیلی متشکر. بهتر نیست خوابتون رو ببرید منزل؟ اینجا کلاس درسه ها. من خواب نبودم استاد. پس چی بودین؟ اینجا داشتم تمرکز میکردم. جلسه بعد که درس امروز رو ازتون امتحان گرفتم معلوم میشه تمرکز کرده بودین یا نه. استاد اگه معلوم شد که ساعتا تمرکز میکردم چی؟ اون وقت میتونید اینجا بشینید به تمرکزتون ادامه بدید. عاطفه نداری، وجدان نداری، خب میبینی که داره میاد، یه تکونی با پا بزن نکارش کن دیگه، نگاه میکنه توفه. بگذار به کرمهایت پیله کنند، عاقبت تو پروانه میشوی و میپری. خواهد تو سرت اون شعرت بیخیر. اکبر جون، اینم یه قطعنمای درجه یک که امانت بهت میدم تو کبیر گم نشی. ولی از همین الان معلومه میخوای بری جان خدا، اصلا چراغ خونه خاموشه. آره واقعا داداش. میخوای نره؟ بی خود؟ دانشگاه که بچه بازی نیست بابا، یه روز میخوام برم، یه روز نمیخوام برم، امروز دلم میخوا برم، فردا دلم نمیخوا برم. به عطاری سپردم برسون تو ترمینال. باشو برو منتظر ته. خداحافظ. خداحافظ. در حیات هم ببن. خداحافظ. میخوای بیاین؟ حالا برو دیگه برو. خداحافظ شما. ناراحت شد؟ خب مسافر بود دیگه. ای بابا رفت؟ بله. بدون خداحافظی؟ آره. همه جون بابام میخواست خداحافظی کنه. باور کن بغض همینجاشو گرفته بود نتونست. دایی جان شما یه لحظه میشه با هم بیاین تو اتاق، کارتون دارم. ببینیمش کار دارم. طاهره. بله. اینا هم از دست من ناراحت شدن. فکر نکنم. احساس میکنم دارم کم کم پیر میشم و بد اخلاق. بشین بشین حامد جان. رسیدیم به داستان مورد نظر. داستان مورد نظر چیه داری؟ همین مثلا که باید بررسی بشه دیگه. اون چی باید بررسی شه؟ دایی من میخوام بپرسم اینم شما جزوه چیزی نمیخواین احیانا؟ قربون شکل مادر، بزن بزن بزن. دایی جان از این بعد جزوه بخوام میتونی بری برام بگیری؟ دایی من که جزوه نمیخوام، برای شما میگم دیگه. میگم هر موقع جزوه خواستین از خودم بگیرین، نه بقیه نگیرین. این جزوه سال قبل من کامله کامله. بفرمایید اینا رو بخونین، امروز امتحان دارین شما. حامد یا خودت زدی به اون را یا زدی به این را. عزیز من تو نمیخواد نگران درس خوندن دایید باشی. دایید یه جوری درس میخونه همون جایی دلش میخواد امتحان بده. اجازه بده با روش خودم امتحان بدم. افتاد چی میگم؟ مسخره. بچه سلام، بچه ببخشید زیاد وقت نداریم. خدمتتون عرض کنم که اون استاد بد اخلاقی مربوطه همین کلاس با یه بغل ورقه امتحانی تو محوطه دیده شده. خوب گوشتون رو باز کنید، یعنی اگر تکون نخورید بشینید برگاه پخش بشه رسما شما امتحان بدید اتفاقی میفته، یک صفر توی پروندهتون، یک لکه ننگ تو سابقتون محفوظ شده. حالا مشروط بشید اون بکنار. خدمتتون عرض کنم اما اگر پاشید برید بیرون حاضر نباشید برای امتحان، همتون هم ماشاءالله قیافاتون از این اول معلومی که آمادگی ندارید، توی قلبتون یک خاطره خوب میمونه. خاطره خوب رو بعدا میتونید تعریف کنید. اونایی با حرف هم موافقن صبر نکنن، پاشم برن بیرون سرم نخورونن. پاشید پاشید برن. بابا از چی میترسین؟ ما پشت به پشت همین، نترسین. استاد اگه بیاد شما نباشین از این دیوار که نمیتونه امتحان بگیره. شما باید باشین امتحان بگیره یا نه. پاشید برید بیرون، میاد الان. پاشید بابا، من سن بابای تو رو دارم میگم. درست هم کلاسی. پاشو پاشو برو تیمو گم شو برو دیگه. نگاه میکنه منو. بفرمایید خواهش میکنم. دختره خوب بفرمایید. بفرمایید بفرمایید بفرمایید.
شما چرا نشستی؟ خب باشی برین دیگه. ببین آقای مجلل، از اون جایی که سرشت آدمی با مسئولیت شناخته شده و من علارغم مسئولیتی که به هم محول شده خودم رو مسئول این مسئولیت سخت و سنگین و طاقت فرسا میدونم، بنده مسئولم که در برابر این خواسته به صورت خیلی سخت و شجاعانه تسلیم نشم. آفرین. این که گفتی یعنی میری یا نمیری؟ فهمم که من شما میری. شادی؟ آه دمت گرم، من فکرم میخواد بگی نمیرم. پاشو برو بفهمی. به نظر من اصلاً این کار شما درست نیست آقا. یعنی چی؟ مگه ما دبستانی که اینطوری کلاس رو تعطیل کردی؟ باشه باشه، ولی شما باشی ورقه بگیری امتحان بدی، شما یه نمره میگیری بقیه صفر میگیرن، بعد چشم شما میبینن آه. اینجاشو نخوندی؟ بفهم بری. باور کنین این دفعه اتفاقی بود. این دفعه؟ نه یعنی این دفعه هم اتفاقی بود. امتحان خوب بود؟ امتحان؟ امتحان؟ کدوم امتحان؟ دایی تو زحمت کشیدن امتحان رو منحل کردن، یعنی کلن کلاس رو تعطیل کردن. دایی شیطونه دیگه، فقط به درد این کارا میخوره. به نظر من اصلا کار خندداری هم نکردن. موافقم، تو خونه هم همش تیکای بیمزه میندازه، ما مجبوریم بخندیم که ناراحت نشه. البته دایم و شوهر خالم استثنا، بقیه همه با نمکی. خانم فرهمند؟ بله. خانم راسته که امروز بچه ها نرفتن سر کلاس استاد فرزانه که امتحان منحل بشه؟ نه نه، ایشون مخالف بودن، مجبورشون کرد. مخالف؟ خانم کی شما رو مجبور کرد؟ نه شخص خاصی نبود، یعنی همه بچه ها با هم تصمیم گرفتن. البته من که میدونم کار کیه، این بار مچشو میگیرم پروندهشو میزنم زیر بغلش. ولی خانم از شما بعید بود، از شما که دانشجوی نمونه این دانشگاهین. بله. بعدم باید من توضیح بدین. این کی بود؟ شما 6 سال تو این دانشگاه این، هنوز مدیر کمیته انضباطی رو نمیشناسین؟ آه همون، مدیر کمیته انضباطی بود، انقدر بد اخلاق و نچسب بود. من باید برم کتاب بگیرم. اجازه بدید بچه‌ام؟ تیمور، مطمئنی استاد رفت تو؟ آره. از بچه هایش که نرفت؟ نه. میخوایی یه تو که با فرز بدی سری بزنی؟ نه. میخوایی من برم سر بزنم؟ آره. آجور پاره چه یکی در منم جواب بدی؟ سلام استاد، عجیبه چرا بچه ها نیومدن؟ بفرمایید داخل. خب یه نفری که استاد کلاس فایده نداره. با یه نفر امتحانم میشه گرفت. بفرمایید. واقعا امتحان میخواییم بگیریم؟ چشم استاد کنید. خوبی؟ شد دانشجو استاد فرزانه این؟ جلال جان ممنونم ازت. استاد من خیلی از شما معذرت میخوام، حتماً قضیه رو پیگیری میکنم. جای نگرانی نیست، هم کلاس برگزار شد هم امتحان گرفته شد. جدن؟ بله، ممنونم از پیگیریات. خداحافظ. خداحافظ شما. جلال جون چطوری رئیس کمیته انضباطی؟ این دفعه هم نشد نه؟ یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، دفعه سوم به دام میفتی. آقا مسئول برو کنار آقا. یه ایشالله بگو. اجازه میدی برای توضیح بدم؟ نه تیمور جان، برای توضیح بدم. آقا
چرا اینقدر میترسی؟ برو راستشو بگو. آخه برم چی بگم؟ هیچی، برو بگو من دیگه حال و حوصله درس خوندن و دانشگاه رفتن تو این سن و سالو ندارم. اونم اون سر دنیا. بعدم برو انصراف بده خلاص. خب مگه الکیه؟ من دو هفته پیش قمپوز در کردم که میخوام برم دانشگاه. حالا برم میگم انصراف دادم. دیگه تو اون خونه کسی جواب سلامم نمیده. بعدش هم عطاران جان ببین. ری آقا. حالا ری، من اکبرم. من میرم و حقیقت رو میگم. خب منم از اول همینو میگم دیگه. آره دیگه، میرم میگم من دستشویی بودم، وقتی برگشتم اتوبوس رفته بود. تو هم شاید. اینم میگی که عد موقعی که اتوبوس داشت راه میافتاد مخصوصا رفتی تو دستشویی دیگه. نه ببین، جزئیات رو وارد حقیقت نکنید. مسعود هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. آخه شش ماه داری تو چادر میخوابی؟ بس که از اومدن من زیاد خوشحال نیستی ها. چرا؟ خیلی خوشحال شدم، مخصوصا که مهمونی زنونم گرفتم فردا. خیلی خوب شد برگشتی، کلی کار دارم. شیطون تا چشم منو دور میبینی اینجا رو میکنی پاتوقاره؟ حالا صبح تا شب من باد عطاران رو تحمل کنم. ری، حالا ری بابا جون من، فردا یه قرار بذاریم بریم استخر کیفی کنیم. بزن. خیلی داره تو صابون نزن، اون اتاق دارن وسط نقشه میکشن اکبر. چه نقشه؟ حالا دیگه چیه قضیه؟ بابا برای تو ویلیت وی آی پی خریدم. استادیوم؟ نه اتوبوس برای فردا که میخوام بریم دانشگاه، ولی خب فردا نداشت، براتون پس فردا گرفت. آخه کی گفت بری بلیط بخری؟ من گفتم. میدونم، یعنی میخواستم بگم که تشکر میکنم. آقا تو تعارف داری، تو نمیخوای درس بخونی چرا رفتی دانشگاه؟ بله دایی درست میگن، کسی که میخواد درس بخونه میره دانشگاه. البته وقتی میره دانشگاه خب سر کلاس هم میره. آره ولی یه نفر منو ببینه حواسش باشه، ولی میره دانشگاه حتما باید درس بخونه، نره توی راهرو دانشگاه دل قلبه بده بهشون کنه. مامان شام چی داری؟ هیچی. چه بویی، چه بویی؟ مسو نماند دیدن آبا نکن. اولین قربانی بی نظمی خود شما این. اگه قرار باشه هر کسی با هر روش و شیوهی بخواد شما رو از درس خوندن و احترام به قانون منحرف کنه که سنگ به سنگ بند نمیشه. اصلا شما برای چی اینجا این؟ چرا این همه وقت میذاریم میای دانشگاه؟ پس اجازه ندین کسی مانع پیشرفتتون بشه. خدا رو شکر الان بین شما نیست، ولی هستن کسایی که نمیخوان پیشرفت شما رو ببینن. چرا؟ چون خودشون از جوانیشون هیچ سودی نبردن، جوانیشون از دست دادن. پس همگی یک دل و یک صدا این برگه رو امضا کنین و شهادت بدین که مسبب ماجرای جلسه قبل کی بوده، تا ما قاطعانه باش برخورد کنیم. بعد کلاس منتظر امضای تک تک شما پای این برگه هستم. خان فرهمند شما مسئول این برگه. بله حتما. چه اتفاق خوبی شما رو زیارت کردم استاد. اول بنده رو به جا آوردین؟ مگه میشه دانشجوی شجاع و متمرکز کلاس رو به جا نیارم؟ خیلی متشکرم استاد. عرضم اینه که دارید تشریف میارید کلاس، یه خواهش دارم، این برگه ای منو جلو بچه‌ها رو نکنید. چرا؟ خب استاد طبیعی جوونن دیگه، یه اشتباهی کردن. بابا ما سنی ازم باشه مثل بچه‌های ما میمونن، ما باید به فکرشون باشیم، خوب نیست. چه ایرادی داره شما رو براشون آینه عبرت کنم که تا وقتی درس میخونن شما رو یادشون نره؟ استاد جان به حرمت محبتی که از من تو قلب شماست جلو بچه ها بروی من نبریم. واقعا که آدم عجیبی هستیم، ای کاش زودتر شناخته بودم. بفرمایید بریم کلاس. آی استاد چی شد؟ داره دفع میشه، داره دفع میشه. چی دفع میشه؟ سنگ کلیه. دفع شد بیا. سوال، راهی نداره ما جا به جا بشیم یعنی کلاس رو عوض کنم؟ آخه اینجا مدرسه که نیست، این رشته، همین یک کلاس که شما چند نفر توشی. بله حق با شماست. حالا رشته رو میتونم عوض کنیم یا نه؟ فکر کنم بشه. آخه میدونم خیلی براتون سخته، اما شما که میدونید، یعنی واقعا درکتون میکنم، با وجود این مشکلات رو دارید ولی اومدید این رشته رو انتخاب کردید، خودش به 100 تا دکترا میارزه. باور کنید دکتر،
حالا شما در جریان این ممکنه دیگران ندارن، شما خوب میدونید بعضی موقع این دردی که میگیره دور از جون شما، ما که دو پاییم چهار پا رو اپا میندازه، یعنی یه ترشی میگیره این دستم، مردم نگاه میکنن آبرو برام. بله منم همینطور، به این موقع که غذا میخورم میرسه تو سفره. آخه شما هم گرفتاری دارید، یعنی یه موقعی حس میکنم هیچ کی منو دوست نداره بخاطر این امراضی که دارم. منم همینطور، اما قصه نخورید. ببین هر موقع شما مشکلی داشتید بیاد پیش خودم، برای من چند ساله تو این دانشگاه دارم کار میکنم، اساتید یه احترام خاصی بر من قائلن. به به خدا خانومی کمتون نکنه، خیالم جمع باشه راه. یعنی واقعا خواهری کردید. بفرمه با چی شده لشکر کشی کردید؟ امرتون. دست من شاکی هستیم؟ نه. ساکی اجازه بدید میشه ببینم؟ بنی آدم اعضای یک دیگرم. استاد من هرچه بلد بودم نوشتم، اما نمره قبولی برای من عزیزتر از عزیزان همکلاسیم هم نیست، پس همه را خط زدم به امید این که وقتی دیگر این امتحان را تکرار کنیم تا همه با هم پاسخگو باشیم. اجازه بدید یه چیزی رو من به شما بگم. این آقا اومده بود اینجا که کلاسش رو عوض کنه. میدید برای چی؟ به خاطر شما، به خاطر کاری که کرده بود شما عذاب وجدان نداشته باشید. تو این چند سال سابقه کاری دانشجوی بین انسانی من ندیده بودم. آقا دورم جمع شد و اینکه دمت گرم، عجب کار کردی کارشون. میگفتم بابا خجالتم ندیم، کاری نکردم که. میگفتم نه تو این دانشگاه سابقه نداره یه کسی همچی کاری کرده باشه. بچه یه لحظه با همیشه بیمیم تو اتاق. بفرما، به خودش گرفت. عزیز من تو به خودت نگی، من چیزی میگم تو از خودمونی. من و تو کروزومونم کروزوم یکی. بفرمایی اصلا یه موضوع دیگه است. بفرمایی اجازه بده، اجازه بده جوونه دیگه عزیز بشم دستمو نکش عزیزم. ببین بابا. بله. میگم از من ناراحت شدم. نه بابا کسی به شما کاری نداره، هرچی میگن میگه ناراحت شد ناراحت شد. دایی جون من یه توضیح بدم، دست بزرگتر اینجوری نمیگیرن بکشن، ولی چون دوستت دارم. بله چشم بفهم. جان بیا در خدمت امر. دایی چجوری میتونی اینقدر اعتماد به نفس داشته باشین؟ توضیح بدم؟ نه خواهشن، فقط انگار باورتون شده شما اون سوال رو جواب دادین. خب بگو باورم نمیشه، یه کلام من بهت ثابت کنم دیگه. خوب این دم دستمونه. تا بیا بدین خدمت شما. نیا این دستخط شماست؟ چی رو میخوایی ثابت کنی آمد؟ این که این دستخط شما نیست، دستخط منه. نبودونم که امتحان داده و جواب رو خط زده، من نبودم تو بودی. اصلا من نه تو، من تو. آره دایی من دانشجو دکترای استادم. دایی جون مبارک، خودمون باشه ما که بخیل نیستیم، مبارک باش. خب این یعنی که بعضی اوقات استاد برگه دانشجوشو میده من تحصیل میکنم. چه خوب حامد، پولم بهت میده. اگه قرار باشه کسی پول بده اون شمایی که این افتضاحتون رو جمع کردم، نه استاد. حالا جون دایی واقعا کار تو بوده؟ بله. خدا رو شکر که حافظم سر جاشه دایی جون، چون هرچی فکر میکردم یادم نمیاد هم چی کاری کرده باشم. ولی تو هم منت سر دایی نذار، هر کاری کرده باش خودت کردی. یعنی چی؟ یعنی که منم اگه همچی دایی داشته باشم ده امتیاز حساب میشه. بابا اینجوری دایی دهتش هم کمه. ضمن اینکه منو ببین، سوژه مورد نظرم خوشش میاد. دایی کدوم سوژه مورد نظرم؟ جوری الکی چیزی میگین؟ آها الکی باشه، خرما کنه که دم نداشت نخواست. میگم آمد جان، ورقای امتحانی رو تو تحصیل میکنی؟ احتمالا. یعنی ممکنه سوالا هم تو تر کنی؟ برفرض که آره. چطور؟ میگم حامد قابلیت های خوبی داری رو نکرده بودی یا؟ دایی این یه بار استثنا بود، به هیچ وجه به این قابلیت های من امید نداشته باشین که دیگه امکان نداره ازش سودی ببری. نه اون که تو درست میگی دایی جان، حق با توه، شک ندارم. ولی دایی کروموزوم میدونی چند بخشه؟
منو ببین، فقط این گوشه ذهنت یادت باشه اون کروموزومامون کروموزومامون همونا شبیه همه. برای کلا